صحبت‌های ریحانه پارسا درباره رابطه جنسیش با سیاوش است عدی و گفتن اینکه هفته ای 3 بار سیاوش منو وسط تمرینا فروگذاری می‌کرد و اورگاسم می‌شد. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ من سارا هستم و در کانال مهمترین ها با بروزترین و باحالترین خبرهای حاشیه‌ای دنیای مجازی همراه شما عزیزان هستم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. همونطور که میدونید ریحانه پارسا بعد از مهاجرتش اومد و اعلام کرد که وقتی 16-17 سالش بوده سیاوش اسعدی کارگردان سینما و تلویزیون که اتفاقاً داماد سابق مهدی هاشمی هم بود اومد و یهو به من فروگذاری کرد. این ماجرا جنجال‌های زیادی به وجود آورد، ولی خب خود سیاوش اسعدی با اینکه مدت زمان زیادی از این ادعای ریحانه پارسا میگذره هنوز واکنشی نشون نداده. اما حالا ریحانه پارسا بعد از مدت‌ها دوری از اینستاگرام و فضای مجازی سر و کله‌اش پیدا شده و از پیچوندناش و خاطرات فروگذاری سیاوش اسعدی اینطور نوشت: با توجه به شرایط کنونی جنبش میتو و جریان ساخته شده جهت مراقبت از دخترها و زنها در محیط‌های حرفه‌ای و شغلی اهالی سینما، لازم می‌دونم روایت خودم رو بازگو کنم. مهر سال 1394 هنرجوی رشته نمایش هنرستان سوره بودم. خانم نورا هاشمی، همسر سابق سیاوش اسعدی، به همراه دستیارش در مدرسه در جستجوی دختر 16-17 ساله برای فیلم سال تحویل بودن. منو دیدن، شمارم رو گرفتن. چهارشنبه بود، جمعه با هم تماس گرفتن و با تاکید که با پدر و مادرت برای تست بیا. 24 مهر 94 من به همراه پدرم به دفتر بشرا فیلم رفتیم. همه چیز خبر از یک پروژه حرفه‌ای میداد. 6-7 نفر مشغول کار بودن. پدرم نشست و من رو به سمت اتاق کارگردان راهنمایی کردن. آن دوران بی‌نهایت کمرو بودم. یادم میاد از استرس کلمات پس و پیش شدن و کنترل روی اعتماد به نفسم نداشتم. اولین تیر خلاص رو اونجا زد، گفت 6-7 نفر دیگه کاندیدن، هر کدوم از پس نقش بر بیاد انتخاب میشید. راجع به فیلم، یه دختر که توی بیابونها بهش تجاوز شده بود و بر اثر تجاوز باردار شده، قراره برن خونه دوست قدیمی پدرش که دنبال چاره باشن. قصه سال 48 اتفاق میفته. راجب نقش هم تنها دغدغش اغوا کردن مرد هاست، رفتار اروتیک و گرمی داره و اصلا هم خجالتی نیست. از دستیارش خواست بابام هم بیاد که باهاش صحبت کنه. در باز شد، پدرم، نورا و نوشین و دستیارش اومدن نشستن. قرار شد از فردای اون روز، یعنی شنبه، بعد از مدرسه برم تمرین. تمرین ها شروع شد. بعد یک هفته با حضور امضای بابا با من قراردادی بنا به بازی توی فیلم سال تحویل بسته شد. اما همچنان روزانه استرس حذف شدن من به من گوشزد میشد. تحقیرهای فراوون، تاکید و اصرار به حفظ کودکانگی صورت و جسمم در صورتی که در اوج سن رشد من بود و تغییرات غیر قابل کنترل بودن. گاهی نیز نوازش‌ها و محبت‌های مثلا دوستانه که توجه اطرافیان رو جلب می‌کرد. شب یلدا قرار شد پدرم بیاد دنبالم. موندم دفتر، من موندم و سیاوش اسعدی و دو دستیارش. از وقت اضافه‌ای که پیش اومده بود استفاده کرد، شروع به معرفی کاراکتر لولیتا کرد و تحلیل جزئی از این کاراکتر و تاکید که تو با این فیلم من قرار لولیتای ایرانی باشی. تا چند جلسه تمرین کاراکتر مرد بزرگسال قصه رو با منطق رفتارهای لولیتا گونه‌ای که در نظر داشت توجیه می‌کرد. تا اینکه 5:01 بعد از اینکه از تمرین رفتم خونه توی اینستاگرام مسیج داد: امروز خیلی خوب بازی کردی. اینقدر که دلم می‌خواست جای رسول، یعنی کاراکتر مرد فیلمنامه باشم. این پیام‌ها تا نیمه شب ادامه داشت. با ادبیات هوشمند همیشگی طبق دیالوگ فیلمنامه نوشت: تو کارای یواشکی دوست داری؟ مثلا الان یواشکی بریم دفتر. از اون گرگومیش که من با اصرار و دروغ به بهونه کار عملی مدرسه با لباس و مقنعه و کوله پشتی مدرسه ساعت 5 صبح از خونه اومدم بیرون که مبادا رویاهام غرق در آب بشن بیزارم. اون فیلم بعد از 6 ماه تمرین به علت مشکلات مالی هیچ وقت ساخته نشد، اما تو پروسه 3 ماه آخر تمرین من به وقیحانه ترین حالتها این آقا در خلوتهای ناشی از زمان اضافی حواشی تمرین ها خودشونو به اورگاسم میرسوندن. من 2 سال 17-18 سالگی خودم رو در افسردگی مطلقاً سیاه ناشی از تجربه وحشتناک مریضگونه این آدم در دی و بهمن و اسفند 94 گذروندم.
گوشه خونه اشک ریختم و سوختم. درد ماجرا اینجاست که این آدم تمام اون دو سال به نوعی دیگر با من و احساسات برانگیخته و غمزده آن روزهای من وارد بازی شد. حداقل هفته ای 3 بار با من تماس می گرفت. امید می داد، خبرهای کاذب خوب راجع به شروع دوباره پروژه می داد. ازم می خواست به ابروها و صورتم دست نزنم. حرف می زد، خود ارضایی می کرد، اورگاست می شد، تلفن رو قطع می کرد. پایان. ریحانه پارسا، فروردین 1401. بله، اینم از صحبت‌های ریحانه پارسا درباره سیاوش اسعدی که به نظر نمیاد دروغ گفته باشه. حالا در کل نظر شما چیه؟ به نظرتون این حرفای ریحانه درسته یا حاصل توهمات خودشه؟